درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم. مطابق معمول چهارشنبه ها به وقت واشنگتن ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در خدمت شما بینندگان عزیز مردم تیوی هستم. از همون آغاز از جناب پارسا سوربی که در واشنگتن در اتاق فرمان برنامه رو کارگردانی فنی میکنن سپاسگزارم و از شما خانم عزیز، آقای عزیز که به این برنامه توجه میکنید بسیار سپاسگزارم. دستتون رو با صمیمیت میفشارم. برنامه من مطابق معمول یه مقدمه ای داره نسبت به یه موضوعی که برای مثلا مطرح هست مهمه به نظرم میاد با شما صحبت میکنم، بعد میگم خبرها و رمز و رازشون یا خبرها و پیچ و تابشون، درباره خبرها میام و مطالب میگم. خیلی خوشحال میشم که اگر شما نظری دارید بیاید روی خط نظرتون رو بگید، چه مخالف چه موافق. ببینید، من بعد این انقلاب شد در ایران، خب من قبل از انقلاب در واقع از میخوام بگم که از دوره دبیرستان، از وقتی که مثلا 12-13 سالم بود تو کارهای سیاسی بودم، تو عضو حزب پانیرانیسم بودم. بعد اومدیم رسیدیم به سالهای بالاتر، رفتیم مثلا دانشگاه، عضو جبهه ملی طرفدار مصدق بودیم. با همین فکرها بودم تا اینکه از طرف بعد اینکه از کار دبیری به اصطلاح کنار کشیدم، رفتم توی شرکتی استخدام شدم. تو اون شرکت بر حسب کار اون شرکت مجبور شدم برم کارهای تو گمرکات سر میدادم، یعنی کارم تو گمرکات بود. آدم وقتی میره تو گمرکات اون کالاها رو میبینه میفهمه که در مملکت چه خبره، و من پی بردم که چقدر کار میشه در مملکت. من نمیدونم چرا اینا رو نمیومدن بگن به مردم که این همه داره کار میشه. به هر حال بعد در اون یکی دو سال آخر طرفدار حکومت آقای محمد رضا شاه شدم، دیدم واقعا کار داره میشه، واقعا پیشرفت داره میشه و جوان ها نمیدونن. همینطوری یه چیزی میدونن، معمولا ما ایرانی ها در باره یه چیزی تحقیق نمی کنیم. همینطوری یه نظری دایی رو گفته که مثلا حکومت رضا شاه بد بود، ما میگیم بد بود، یا عمومون گفته محمد رضا شاه خوب بود، میگیم ما هم خوب بود. خودمون نمیریم میگیم چرا بد بود چرا خوب بود، تحقیق نمی کنیم. اون وقت این جوانای ما هم که اینجا هستن که نسل بعدی هستن که فارسیشون خوب نیست یا اصلا نمیدونن فارسی، اینا هم که نمیرن روی مطالب فارسی و کتاب ها و تاریخ و کتاب های خطوری در این مورد نوشته شده بخونن، که اینا میرن یه تفسیری که مثلا فرض کنید که CNN درباره ایران میذاره اونو میبینن و تو اون قضاوت میکنن. و این چیزایی که معمولا هم تهیه میشه بیشترش یا چپی ها درست کردن یا جبهه ملی ها درست کردن. متاسفانه اونایی که طرفدار حکومت های پهلوی هستن هیچ تحلیلی در این زمینه درست نکردن، هیچ گزارشی درست نکردن که بگن آقا اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد. یه دو تا تلویزیون میان اینا رو میگن، آقای آریان وطنخواه، آقای شهرام همایون، اینا میان درباره خدمات رضا پهلوی، ببخشید خدمات رضا شاه و محمد رضا شاه میگن. ولی خب بازم میگم اون جوونایی که فارسیشون خوب نیست این برنامه رو تماشا نمیکنن، اونایی که تماشا میکنن مثلا ماها هستیم دیگه. خب بعد که انقلاب شد ما دیدیم بعد جوری باختیم، بعد رفتیم یه مقدار آگاهی سیاسی بیشتری پیدا کنیم. رفتم توی حزب ایران ثبت نام کردم، حزب ایران، اون همون حزبی بود که آقای شاپور بختیار قبلا دبیر کلش بود. من هیچ وقت آقای شاپور بختیار رو ندیدم، ولی مثلا اونجا که بودیم آقای احمد خلیل الله مقدم میگفت بختیار اینجا نشسته و من اینجا نشسته بودم، ابوالفضل قاسمی اونجا نشسته، اون رو گفت اینجوری. منظورم که در این حد در حد دوستان مشترک آشنایی داشتم. برحال بعد دیدم که بعد یک مقدار فعالیت توی ایران شد، بعد اومدن حزب رو گرفتن اشغال کردن، بعد یه سری فعالیت های زیرزمینی بود در واقع، جمع میشدیم مثلا 30-40 نفری یه جا، ماشین ها رو دور میذاشتیم، پیاده میومدیم که نبینن، وقتی میخواستیم بریم دونه دونه میرفتیم که دفعه نبینن، یه جمعی از این خونه اومدن بیرون. بعد یه روزنامه درست کردیم به نام راه مصدق، با اون روزنامه من اتفاقا تو چند تا مطلب داشتم، با اون روزنامه بخش میشد. بعد دو نفر از یارهای ما رو گرفتن که اصلا تا حالا من نمیدونم چه بلایی سرشون اومده، آزاد نشدن.
یا هم تو زندان موندن یا کشتنشون دیگه، به هر حال اتفاق برشون افتاد. من به دوستانم گفتم که من دیگه تو این برنامه کار نمی‌کنم، میدونید، چون آدم جونش حاضر بده ولی به خاطر چیزی که به دست بیاد، چیزی که به دست نمیاد شما یه روزنامه چاپ میکنید تو دستتون میگیرید 50 تا تو جیبتون میذارید میان شما رو میگیرن میبرن میکشن و روزنامه هم آنچنان اثری نداره. ما پست میکردیم مثلا برای افرادی که میشناختیم، نه اینکه افرادی که میشناختیم، پست میکردیم مثلا برای همه، مثلا همه دبیرستان ها، بعد اینا رو میشناختیم میگفتیم برای شما یه همچین مطلبی رسید، میگو آره رسید، تا رسید ما انداختیم سطل خاک، ترسیدیم بخوریم. خب چه فایده دارن برای این چنین چیزی جانش از دست بده؟ برحال رفتیم دیگه، رفتیم سوئد. آدم وقتی حریف اون رژیم نمیشه و میدونه که اگه جنگ با رژیم بکنه جونش از دست میده، رفتیم سوئد، به خصوص که جانشینی هم وجود نداشت، به قول من اون آلترناتیو وجود نداشت. رفتیم سوئد. الان نمیخوام مسائل سیاسی بگم، میخوام مسئله اجتماعی رو بگم که البته به سیاسی هم مربوط میشه. در سوئد که رفتیم، خب طبیعی است که یک رژیم متفاوتی بود، یک کشور متفاوتی بود، رژیم سوسیال دموکراسی در سوئد انجام میشد. به نظر من رژیم سوسیال دموکراسی بسیار خوبه برای کشورهای شمال اروپا، تکرار میکنم، رژیم سوسیال دموکراسی بسیار خوبه برای اون مردم، نه برای ما، نه برای مصری ها، نه برای سوری ها. چیزی که برای من در اون اوائل برخوردم با آشنا شدم با اونجا جالب بود و عجیب بود این بود که شنیدم که در سوئد، میگم در اون زمان ها، حالا شاید قانون ها عوض شده، در اون زمان یک حقوق بگیری، حالا حقوق بگیری کارگر یا کارمند یا هر معلم یا هر چند، یک حقوق بگیری حق داشت که به رئیسش صبح زود زنگ بزنه بگه که من امروز حوصله کار کردن ندارم. رئیسش میگفت اب نداره عزیز من، امیدوارم فردا ببینم. ببینی کارمند حقوق بگیر میگفت من امروز حوصله ندارم بیام کار کنم. رئیسش میگفت اب نداره، امیدوارم فردا ببینم. امیدوارم فردا ببینم یعنی امیدوارم حال فردا خوب جلو بشه بیای. خب همون لحظه آدم مقایسه میکنه دیگه، شما باشید مقایسه میکنید، میگید اگر این وضعیت در کشور من بود چی میشد؟ اگر در کشور ما ایران مردم میتونستن که اگه زنگ بزنن بگن من حوصله ندارم بیام سر کار، هیچ مشکلی برشون پیش نمیاد، حقوقشون هم میگیرن، بسیاری جاها اصلا تعطیل میشه. یعنی اینقدر حقوق بگیرن دیکنی درصد زیادی خواهد میشن که واحدهای مختلف تعطیل میشه، در حالی که در سوئد اینجوری نبود، هیچ تعطیل نمیشد. باور میکنید در سوئد مثلا ماهی یه بار اتفاق میافتاد یه کارمندی بگه من امروز حوصله ندارم میام سر کار، شاید ماهی یه دفعه هم اتفاق نمیافتاد. ببینید پس هر رژیمی برای یک مملکت خوبه. ما اگر بخوایم عین قانونی رو که برای سوئدیا نوشته شده بیاریم در ایران پیاده کنیم، اشتباه میکنیم خانم آقایون. ما قانونی که نیستیم باید ایران شناس باشن، جامعه ایرانی رو بشناسن، برای اون جامعه ایرانی قانون بنویسن. من بر مرمر تو مثال میزنم، در کشور مصر آقای ملک فاروق پادشاه بود. آقای ملک فاروق به رأی مردم که نیومده بود سر کار، همینطور نتن در نت پادشاه بود دیگه. بعد آقای جنرال محمد نجیب کودتا کرد، آقای ملک فاروق رو گفت آقا شما دیگه پادشاه نیستید. ببینید مصری از این لحاظ بسیار آدم های متمدن تر از ما ایرانی هستن، نمی کشن طرف رو. آقای خمینی همه رو کشت، البته آقای رضا شاه هم نکشت. آقای رضا شاه با قاجاریه بسیار مهربون بود، با قاجاریه اینقدر مهربون بود که قاجارها در دولتش کار میکردن. آقای قوام سلطنه قاجار بود، آقای مصدق قاجار بود و بسیاری دیگر قاجار بود. آقای امینی در زمان محمد رضا شاه کار میکرد قاجار بود. اصلا آقای رضا شاه یه زن از خانواده قاجار گرفت. اما این آقای خمینی یه کاری کرد که اصلا یک لکه ننگی به پا
پای ایرانی ها نوشت که ایرانی ها اینجوری نبودن که بکش همینطور بگیر این تیمسار رحیمیه بکشیدش آقا محاکم نه آقا این که احراز هویت شد وقتی شناختیم این همون آدمه کافیه بعد هم نمیدونم جادو کردن مردم رو چیکار کردن کمه او را میکشتن من برگردیم به مثال بعد آقای جنرال نجیب با گوتوتا اومد جای فاروق رو گرفت به آقای فاروق گفت آقای فاروق شما از مملکت رفتید مثلا ایتالیا دیگه بر نگردید اینجا دیگه شما پادشاه نیستید همین سالی بعد جای آقای نجیب با رأی مردم نیومده بودا بعد جای آقای نجیب رو آقای جمال عبدالناصر گرفت آقای جمال عبدالناصر هم با رأی مردم نیومده بود بعد آقای جمال عبدالناصر که مرد آقای همیشه اسم این آقا رو یادم میره آقای انور سادات اومد جاش گرفت آقای انور سادات همون مرد بزرگی بود که به شاه و خانوادهش پناه داد در حال که همه بیرونش میکردن ننگه برای کشورهای غربی ننگه که یک شاهی که اون همه با اونا روابط دوستانه داشت اون همه کمک کرده بود بهشون حالا راش ندن انسانیت تون کجا رفته انور سادات پذیرفت جار با خانوادهش آقای جیمی کارتر زنگ داد انور بعد تو بد میشه برات بد میشه این آقای محمد زاشا رو میپذیری آقای انور سادات گفت بیلی جیمی همینجوری باید دید جیمی تو فکر خودت باش تو نمیخواد فکر من باشی این مکالمه این دوتا پرزیدنت به اصطلاح برحال آقای انور سادات هم بعد که شاه در مصر مرد و بعد مدتی ترور شد آقای حسنی مبارک اومد سر کار اینا هیچ کدوم به رأی مردم نبودن بعد به تحریک غرب در کشور عربی یک تلاطمی به وجود اومد گفتن بهار عربی در حالی که خزان عربی بود و در مصر یک انتخابات آزادی شد حسنی مبارک برکنار شد یک انتخابات آزادی شد و آقای محمد مرسی نفر دوم اخوان المسلمین اومد سر کار اخوان المسلمین میگویند یعنی من خوندم که میگن یعنی همجوری تو خیابونا نمیگن تو نوشته ها میگن که اخوان المسلمین به وسیله یک شخصی که مترجم سفارت انگلیس در قاهره بود بنیانگذاری شد و به کمک به دستور لندن و پولهایی که بریتانیا در اختیار اون شخص گذاشته بود اخوان المسلمین پایه‌گذاری شد پس بنابراین پایه‌گذاری اخوان المسلمین به وسیله انگلیس بود حالا نفر دوم اخوان المسلمین اسمش بود آقای محمد مرسی آقای محمد مرسی شد رئیس جمهور مصر با رأی مردم با رأی اکثریت مردم شروع کرد یواش یواش قانونهای اسلامی رو آوردن توی مصر یعنی شروع کرد قانون اساسی مصر رو بدونی که رأی باشه بدون چیزی باشه عوض کنه و مسائل اسلامی رو بیاره رو کار از جمله کارهایی که کرده بود یک کسی که مسئول تیراندازی به تروریست ها به توریست های خارجی بود اونو کرده بود استاندار همون منطقه توریستی بدون چی میگم یک کسی که به توریست های خارجی تیراندازی کرد و چند تا از اونا رو کشته بود اون شخص رو کرد استاندار همون استانی که توریست ها میانه میرن یعنی میگن گربه دست گربه سپردن اینجوریه مردم اعتراض کردن اومدن توی میدان التحریر یا آزادی اومدن مصری ها فرق میکنن با ما مصری ها وقتی تظاهرات میکنن میمونن اونجا یعنی یه خیمه میزنن یه توالت خیابونی هم میارن و اونجا میمونن شب هم میخوابن فرداش هم هستن فرداش هم هستن چند روز اونجا مونن اگر تو این چادر ده نفر امروز خوابیدن اگر این ده نفر یکشون بره یکی دیگه اومده همیشه این توپره و تعداد اینا زیاد شروع کردن اینجوری تظاهرات کردن لباس شخصی های رژیم اسلامی هر رژیم اسلامی یه سر لباس شخصی داره دیگه لباس شخصی های آقای محمد مرسی اومدن با اینا با چاقو و با سلاح زر پنج بکس و چوب و چماق حمله کردن و حتی به زنا دستمالی کردن
و خانم‌ها تهدید کردن گفتن اگر دفعه دیگه این کارو بکنید ما لخ میشیم به خاطر اعتراض به شما، همگی یه دفعه تو میدون لخ میشیم. بعد در این درگیریات یاد طرفین، خب میدونید شما 100,000 نفر مردم معمولی بیان تظاهرات میکنن، 5,000 نفر چماق به دست، اینا پدرشون نمیارن. چون مردم معمولی که نمیدونم جودو و کاراته و مرزش های رزمی بلد نیستن که، اصلاً هم ندارن که، چاقا هم که با خودشون نبردن که، ولی چاقا کشی هم نیستن که، ولی زمان اونا میتونن پدر این ندر بیرن. و این اتفاقات گفتاد، ارتش اومد دخالت کرد، آقای جنرال الفتاح السیسی شد رئیس جمهور بدون رأی مردم. ببینید پس در مصر انتخابات آزاد برگزار شد، یعنی در واقع دموکراسی انجام شد و مردم با این رأی دموکراسی رفتن قانونهای اسلامی رو که مال 1400 سال پیش بود و اصلا دموکراسی نبود، دموکراسی یعنی که مردم میتونن بالا پایینش کنن، قانونی که میگن از خدا اومده قابل تغییر نیست که، دموکراسی اینه که میگن آقا به جای که 7 رکعت نماز بخونیم این دفعه روز 2 رکعت بخونیم، یا به جای که 7 روز هفته نماز بخونیم یه روز بخونیم، یا به جای که اینقدر مالیات بدیم اینقدر میدیم، کمتر میدیم بیشتر میدیم، مالیات برای مثلا فرض کنیم که این گروه اینقدر باشه برای اون گروه اینقدر باشه. خب اینا که توی اسلام که نیست که، اگرم باشه قابل تغییر نیست. به اسلام میگه مثلا باید زکات بدی یک هشتم مالت بدی، بگه آقا من میخوام یک دهمش بدم، میگه نه یک هشتم چه باید بدی، تغییر نمیتونه بکنه. ارث زن نصف ارث مرده، بگی حالا من میخوام مساوی بشم، میگه نه نمیشه تو کافری، خدا گفته. حالا خدا کجا گفته؟ محمد گفته. آخه مگه خدا دست با چلفتیه؟ مگه هندیکپه؟ مگه خودش که میتونه به من بگه؟ ببینید حالا بحث خدا شد، من اون بحث رو قصدش نمی کنم، در ادامه اون میگم. ببینید اون آفریدگار، اون کسی که این، ببینید همه این کره زمین که ما توش هستیم که میگن در مقابل خورشید مثل خشخاش مونه در مقابل هندوانه، و توی کهکشان راه شیرین میلیاردها خورشیده و در جهان میلیاردها کهکشانه، اون آفریدگار که این همه رو ساخته اگه میخواست به موجودات زنده دستوراتی بده، اون دستورات رو به صورت دستوراتی که ما بهش میگیم غریزی میداد، به طور غریزی این کارو میکردن. به طور غریزی یه دونه گاو توی گله گاوا، یه دونه بوفالو توی گله گاوا، وقتی بچه به دنیا میاد بچه به طور غریزی دنبال مادرش میدوه و میدونه که باید از کجا شیر بخوره. کسی بهش یاد نده که پیغمبر نیامده پیغمبر گاو بگه یعنی تو اینطوری بکن اینطوری بکن اینطوری بکن، این غریزی انجام میشه. به طور غریزی خورسا قبل از اطول آفتاب قوقل و قوقو میکنن، به طور غریزی زنبورهای عسل همه خونه هایشون شیش کوشه درست میکنن، اون تو عسل پر میکنن. انسان ها به طور غریزی کارهایی میکنن، بچه آدم هم به دنیا میاد به طور غریزی دنبال مادرشه. به طور غریزی اگه ما ببینیم یه نفر در حال آزار دیدن و به این رفتن فرد، به طور غریزی میخوایم بریم کمکش کنیم. دو نفر که دعوا میکنن به طور غریزی میخوایم دعواشون از هم جدا کنیم، که ما نگفتید ما چیکاری، ما که پلیس نیستیم که، ولی دوست نداریم نه هم دیگر بزنن، میایم از هم سواج میکنیم و خیلی کارهای دیگه که غریزی میکنیم بدونی که کسی به ما دستور داده باشه. با اونا همه اون چیزی که تو ذهنمون جاست سازی شده. اگه بنا بود ما شراب نخوریم به طور غریزی مطمئن باشید نمیخوردیم. اصلا اگه بنا بود شراب نخوریم، اصلا خدا بدن ما یه جور درست میکرد که تا شراب بخوریم حال اون بد بشه و دیگه لب نزنیم به این. منظورم اینه که در مصر وقتی آزادی گرفتن رفتن قانونهای مذهبی رو آوردن، یعنی آزادی خودشون با این قانونها پی بردن. ببینید وقتی شما آزادی دارید، وقتی برید قانون مذهبی رو بیارید، آزادی خودتون رو میبرید دیگه. حالا در ایران خودمون بگم، در ایران خودمون اون زمانی که مردم
آزادانه تونستن بر اتفاق افتاده در طول تاریخ کشورمون زمانهای کوتاهی که مردم میتونستن آزاد برن رأی بدن و نماینده انتخاب کنن. یکی از اون زمانها زمان آقای دکتر مصدق بود. زمان آقای دکتر مصدق انتخابات مجلس آزاد بود، یعنی هر کس میتونه بره بگه من میخوام نماینده بشم و اگه رأی میورد میرفت تو مجلس. من در اون زمان در یک شهری به نام قزوین زندگی میکردم. در اون شهر وقتی که انتخابات آزاد اعلام شد و برگزار شد، مردم قزوین دو تا آخوند رو با عبا و عمامه رو به نمایندگی از خودشون انتخاب کردن. اون دو تا آخوند یکی عمامه سفید بود بهش گفتن آقای صفایی، یکیش عمامه سیاه بود بهش گفتن آقای چجوادی. کسی گنجکاو باشه میتونه بره توی مثلا اینترنت بگرده صورت نمایندگان در زمان مصدق پیدا کنه، نمایندگان قزوین میبینه که همین دو تایی که گفتم آقای صفایی و آقای حاج جوادی، یا امام سیاه یا امام سفید. خب ببینید مردم دموکرات، اول اینو بگم یه چیز بگم، در اون زمان هر چقدر آقای دکتر مصدق انتخابات انجام میداد باز هم مجلس اکثریت مخالفش بودن. چرا؟ برای که اکثریت مردم در آن زمان، اکثریت مردم روستانشین بودن و روی زمین‌هایی که مال اربابا بود کار میکردن، بهشون گفتن رعیت. رعیت یعنی زیر دست، یعنی نوکر، یعنی همچین چیزی، یعنی اینا رعیت ارباب بودن. ارباب هرچی میگفت، صاحب زمین هرچی میگفت، اینا باید اطاعت میکردن. صاحب زمین هم هیچ وقت با مصدق خوب نبود، به طور سنتی با شاه خوب بود. پس بنابراین اون زمان بودی که بین شاه و مصدق وقتی که اومد شاه حمایتش کرد. شاه در به اصطلاح در ملی شدن نفت بسیار بسیار کمک کرد مصدق رو. وقتی که کشتی های انگلیسی اومدن توی خلیج فارس، اومدن توی اروند رو چتر عرب که اون تجهیزات آبادان زیر توپشون بگیرن، بسیار ارتش کمک کرد. خلبان ها گفتن آقا ما میریم با بمب خودمون میزنیم به این ناف. قواس ها گفتن ما میریم خودمون رو میچتونیم با بمب به این منفجر میکنیم. بسیار همه گروه های یعنی اون ناف هم اصلا بهش ارتشی هایی که وارد بودن بودن این اصلا اومده یه جایی که نمیتونه پس بره، نمیتونه پیش بره، اصلا مانور نداره این تو، بخواد دوش این ولی کنه نمیتونه، چون اینجا جا تنگه. اشتباه کرد اصلا اومده این تو. برحال اون ناف هم فهمیدن، اونا فهمیدن که خیلی قضیه سفته دیگه. یعنی اگر همکاری مصدق با شاه، یعنی همکاری شاه با مصدق نبود، امکان این که نفت ملی بشه نبود. منطقه مصدق اون آخرش که وقت رفت دادگاه لاهه و برگشت یه ذره هوایی شد، اونجا بهش تلقین کردن که تو باید فرمانده کل قوا بشی. این اومد گفت من هم میخوام فرمانده کل قوا بشم. آقای محمد رضا شاه مگه پدر شما که نخست وزیر بود مگه فرمانده کل قوا نبود؟ من نخست وزیرم میخوام فرمانده کل قوا بشم. آقای محمد رضا شاه گفت پدر من نظامی بود، پدر من جنرال بود، تو چی از نظامی میدونی؟ قانون اساسی میگه شاه فرمانده کل قواست. برای مصدق هم نبود، برای اختلافات شروع شد دیگه. بگذاریم، حالا منظورم اینه که وقتی به مردم ایران دموکراسی دادن، از این دموکراسی استفاده کردن، رفتن دوباره آخوند آوردن سر کار. آخوند آخه چه از اقتصاد میدونه، چه از نمیدونم پزشکی میدونه، چه از جامعه شناسی میدونه، چه از آموزش پرورش میدونه. آقای خمینی رساله شما یه دفعه خوندم، یه بخشش یه آقایی تو روزنامه نوشته بود، منم نقل قول کردم. در رساله میگه آقا شما پشکل گاو نخوری. آخه مردی که تو اگر پدر جدت و خانوادگی پشکل گاو میخوری و میگی نخوری، آخه مردم معمولی که نمیخورن که، من دیوانه برای این کارو بکنن. آب دهانتون دماغتون رو نخوری، مثلا آب دماغ من بریزه تو دستمال من میخورم، بعد میشه اما های ته حلقتون بود اب نداره بخورید. آخه دیوانه آب دماغ کی میاد آب دماغشو بخوره؟ اصلا اگه اون ته باشه بخوری اب نداره، بچه این بری بخوری اب داره. مگه چه حرف هاییست که میزنی؟
اگه با یه بوزی کار کردی بوزره ولی آتیش بزنی. آخه اینا وقتی اینا بیان کشور رو بگیرن، خب معنا که کشور به انحطاط میره. الان خب ببینی الان دو گروه شده، روحانیه میخواد یه کاری کنه که اقتصاد یه کمی به کار بیفته، به اصطلاح فعال بشه، دلارا بیاد، سرمایه‌گذاری بشه، مثلا بشه. اینا میرن همش این کارو بعد همش چیز مختلف. حالا ما میخوام همین روزا میخوام موشک آزمایش کنیم، آخه خاک بر سرتون کنن، موشکتون رو بدید یه سال بعد آزمایش کنیم. میگه حالا الان حلوا میدن بهتون موشک آزمایش کنیم؟ موشک میخوام آزمایش کنیم، روش بنویسیم اسرائیل باید نابود کرده، به عبری بنویسیم. آخه احمقا حالا فرض کن نوشتید، چرا دور دور میکنید؟ چرا مینویسید اصلا؟ تمام کشورها دارن با خودشون بد میکنن. الان این آقای یک جلسه مجاهدین بود در یکی از شهرهای عمومی پاریس، بسیاری شخصیت های شاغل یا شخصیت هایی که قبلا شاغل بودن، مثلا فرض کنید که رهبر قبلی سنای امریکا، قاضی فلان شهر، قاضی قبلی فلان شهر امریکا، نمیدونم نماینده قبلی امریکا در مثلا خاورمیانه، از اینجور شخصیت، بسیار شخصیت هایی که شاغل هم همینطور هم و شرکت کردن اون تو. و از جمله شاهزاده ترکی، شاهزاده ترکی، ترکی الفیصل، حالا اگه اسمش رو اشتباه میکنم ترکیش درست میگم، الفیصل به هر حال پسر پادشاه قبلی عربستان سعودی که قبلا رئیس سازمان امنیت عربستان، رئیس استخبارات افغان عربستان بوده، اومده اونجا در اونجا سخنرانی کرده در مجاهدین و گفته که ما باید این رژیم اسلامی رو سرنگون کنیم. حالا من درباره این بیشتر صحبت می‌کنم، اون مطلبم رو به نتیجه برسم. پس ببینید اون چیزی که به نام دموکراسی و به شیوه های حکومت در اروپا هست، اون با اون مردم در طی چندین نسل با اون آزادی ها و حفظ آزادی ها و حدود آزادی ها خو گرفتن. ما خو نگرفتیم، ما خیلی مونده به اونا برسیم. در صورت مجازات اعدام وجود نداره، در صورت میگن یه نفر چه کار داشته باشه، چه علیل باشه، قادر به کار نباشه، چه قادر به کار هست ولی کار نداره، چه قادر به کار هست نمیخواد کار کنه، همه اینا یه حد اقل زندگی برخوردارن. اون حد اقل زندگی مسکنه، آموزش پرورش برای بچه هاشونه، پزشک و درمان برای خودشون و بچه هاشونه، غذا برشون هست، تفریحات برشون هست، این یه چیزی که همه دارن. حالا یه نفر میتونه سالی یه ماه بره اسپانیا، یه نفر میتونه سالی دو روز بره مثلا تفریح، اینه برای همه وجود داره در اون کشور. و ضمناً چون زن و دختر آزادن، آزادی های جنسی وجود داره، آزادی های جنسی، فکر نکنید که همه دخترها خرابن، همه باید، نه، به هر حال اگه کسی بخواد بره با یه دختری، پسر دختری بخوام با هم برن، آزادی دارن، ولی بسیاری هم اهل خانوادن یک همچه کارهایی نمی کنن، میرن با هم میرفتن، گردش میکنن، توبت میکنن، ولی نه اینکه برن تو رخت خواب، ولی اگرم بخوام میتونم برم. پس عقده های جنسی هم اونجا نیست. خب اگه یه نفر دزدی بکنه میگن این مریض بیماره، برای که چرا دزدی کرد، تو همه که داشت که. یه نفر بره تجاوز کنه میگن بیمار، این چرا رفت تجاوز کرد، خب میتونست بره همینطوری با یه نفر کار بکنه. و به هر حال در سوئد خودفروشی ممنوعه، من هوستانم که اصلا خودفروشی ممنوعه، ولی یکی از دنبالش باشه پیدا میکنه دیگه، اونجا هم همینطور دنبالش باشه پیدا میکنه. مثلا من یادم که تو سوئد یه جایی بود فال میگرفتن، دختری که فال میگرفت نیمه برهنه بود. تو که میخوام فال میگیری چرا نیمه برهنه ای؟ و خب به هر حال من این کار نکردم، ولی خب بالاخره یه ذره سری که سر شغل میکردی اتفاقات میافتاد دیگه. خب
هر آدم میکش گفتن این بیمار روانیه، باید ببریم بیمارستان، ببریم معالجت کنیم، این مریضه. حالا در اونجا مجازات اعدام نیستش، اما کشور ما بعضی حالا خیلی دلنازک شدن میگن در ایران هم نباید مجازات اعدام باشه. این نیست خانم آقا، نیست. هر چیزی که بر هر جا که خوب نیست که، این خوبه که مجازات اعدام نباشه، ولی باید در یه جایی باشه که به اون مرحله رسیده باشن. در ایران اگه مجازات اعدام برداریم همه میرن آدم کشی میکنن، تجاوز میکنن، هزار کار میکنن، میگن خب این نگرفتن که، اگه نگرفتن که خب به سر زرفتیم، اگه گرفتن خب تو زندان میرن دیگه، اعدامو که نمیکنن که، شاید یه جوری شد یه دفعه آزاد شد. اگر بگن در ایران اگر کسی آدم کشی کنه مجازات اعدام نیست براش، صدها هزار نفر زندانی خواهیم داشت. روز به روز تعداد زندانی ها زیاد میشه، باید مردم کار کنن پول خرج این زندانی ها بدن. ببینید، من معتقدم همه خداهایی که درست شده به وسیله ذهن بشر درست شده، منطقه این خداها با هم فرق دارن. مثلا مثال بزنم، نمیخوام زیاد وارد بحث بشم، مثلا خدای محمد رو ببینیم. خدای محمد یه بهشت درست کرده، توی این بهشت یه تعدادی حوری هستن. حوری یعنی زنهای خوشگلی که مردا میتونن باشون حال کنن. یه سری هم قلمان درست کرده، یعنی غلاما، یعنی پسر بچه هایی که بازم مردا میتونن باشون حال کنن، اونایی که مزاجشون شیرخشتی مزاجه میتونن با این حال کنن. برای زنها هیچ پاداشی نذاشته، برای خانم ها هیچ چیزی پاداش خاصی تو بهشت نیست. چرا؟ فکرید چرا؟ تاره به این فکر کردید که چرا تو بهشت حوری برای مردان، قلمان برای مردان، برای زنان هیچی نیست؟ برای که محمد به زنها احتیاج نداشت، محمد به شمشیر زنای قاتل آدم کش احتیاج داشت که هر اشاره بکنه برن هر جا رو بگیرن و برن قتل و غارت کنن زنا و دختر مردم و گاووزمند و همه چی بیارن، تجاوز کنن بهشون، بدن بفروشن، خمسشن بدن به آقای محمد. زنا که نمیرن جنگ کنن، غارت کنن مردم رو، غارت کنن خمسشو بدن به آقای محمد که. پس آقای محمد به زنا احتیاجی نداره، به مردا احتیاج داره. همون چنان که یک کسی اومد، یک خانم اومد پلی آقای محمد مثلا ساعت فرص کنید دوی بعد از ظهر گری کنم، گو آقای محمد من دارم کار میکنم، هزار جور کار دارم تو خونه، شوهرم از بیرون اومده میخواد با من فلان کار کنه و من قبول نکردم، منو دعوا کرد. آقای محمد گفتش که من این کار رو حل میکنم، تو برو حل کار کن. آقای محمد زرنگ بود دیگه، فکر کن شوهر این مرد، شوهر این زن، یکی از شمشیر زنهای قهار سپاه منه، هر جو میرم این همه رو میزنه میکشه، قارت میکنه، میاره کلی تالا به من از اون خمسایی که داده کلی به من پول داده. حالا من باید جانبی کی رو بگیرم، بگم زنه رو چرا اذیتش کردی؟ اگر زنه حمایت کنم چی به من میرسه؟ من مرده حمایت کنم چی به من میرسه؟ مرده بیشتر با من خوب میشه. یا آفرین محمد، هوای منو داشتی. آیا آورد که اگه زنتون خواستید کاری بکنید نزاش، اول این کار بکنید، بعد این کار رو باید کتکی بدنید، بعد هم بندازید بیرون. به زنه قول داد حل میکنم، بعد که فکر کردید باید اینجوری حل کنه که هر مردی در هر لحظه ای خواست با زنش کاری بکنه، اگه اون زبون زن قبول نکرد، زنه مقصره. اجازه بدید که بررسی کنیم رویدادهایی که وجود داره. این رویدادها رو من میدونم شما گاهی وقتا خودتون خوندید، گاهی وقتا توی اینترنت و اینا خوندید، ولی خب وسیله است که با هم بحث کنیم. بعضی چیزا ممکنه که توجه نکردید، همینطور رد شدید، بعضی چیزا ممکنه که مثلا توجه کردید و حالا دوباره میشه. یا ما دبیرستان مروی کلاس ششم که بودیم، یعنی کلاس دوازدهم که بودیم، یه دونه دوست دبیر ادبیات داشتیم که هر دوشون روی من خیلی اثر گذاشتن. یه آقای فریبر بود،
یکی آقای سادات ناصری بود. هر دوشون جالب بود. آقای سادات ناصری اومد اولین بار که تو کلاس نشست، یک سیبیل اینطوری داشت و اینجوری نشست پشت میز و پشت، یعنی رو صندلی پشت میز نشست اینطوری نگاه کرد. بچه ها شروع کرد پخ پخ خندیدن. اون خندید، مبصر کلاس گفت ساکت، روش اون گفت ساکت ساکت. سادات ناصری یه دن سب کردید، بچه ها پک پک خنده بنده. بعد برگشت به مبصر گفت آقای مبصر چی کارشون داری؟ یه قیافه جدیدی دیدن، یه سیبیلی دیدن، یه کمی متفاوته، خندهشون میگیره، بسه خندهشون میکنه، چیکارشون داری؟ نیکو گفت الان یه خنده تموم شد، همه گفتن این دیگه که ما با هرکی میخندیدیم عصبانی میشد. این به مبصر میگه بذاری بخندن. خب حالا یه سیبیل من دیدن، قیافه من دیدن، دارن میخندن دیگه. بعد همون شد که یک استادی بود، یه معلم بود که بسیار بسیار خاطر انگیز بود. حالا الان نمیخوام بگم شاید یه دفعه خاطر، یه استاد دیگه ادبیات باز همون در همون مدرسه، در همون دبیرستان، در همون کلاس دبیرستان داشتیم، آقای فریبر بود. همیشه یه جمله وقتی این کلاس شروع میکرد با این جمله شروع میکرد، گفت هر چه را دیدی خوب ندیدی، دقت کن تا بهتر ببینی. بسیاری چیزا آدم دیده ولی دقت نکرده و خوب دفعه دوم سوم میبینه بهتر باید میبینه. حالا ما اینا رو گفتیم، یعنی که دیگه ایراد نگیرید از ما اینا رو بخونیم. ببینید این عکس اول نشونتون بدم، عکس آقای مولویه. بله، جلال الدین بلخی معروف به مولوی و مولانا. حالا من این رو میخونم، این بخشی از مجله پرویز. جدال بر سر مثنوی مولوی و دیگر جلوه های آثار و فرهنگ فارسی به این دوران شکوفایی فرهنگی ربط دارد که با هجوم مغول به ایران و قدرت خلافت اسلامی آغاز شد و با برآمدن صفویان و شیعه‌گری که دو قرن و نیم هم به درازا کشید به پایان رسید. شهرت جانی خیام نیشابور قرن ششم، مولوی قونیه قرن هفتم و حافظ شیراز قرن هشتم مدیون این دوران شکوفایی است، یعنی دوران از مغول تا صفویه. در حالی که به گفته برخی مورخان مانند ادوارد براون در حدود 220 سال حکومت صفوی حتی یک شاعر جهانی از فرهنگ فارسی بیرون نیامد. تاریخ نگاران میگویند در زمان صفویه در اثر کشتار سران جامعه به دست شریعت مداران شیعه 51 شاعر فارسی زبان، کسانی مانند صاحب تبریزی، کلیم کاشانی و عرفی شیرازی به دربار هند پناه آوردند و در تبعید روزگار میگذراندند. حالا ببینید از اینجا چند تا نتیجه میگیریم. اولا که دربار هند فارسی حرف میزدن. اگه دربار هند فارسی حرف نمیزد یه شاعر نمیرفت اون تو اون دربار به فارسی شعر بگه، چون اگر اون شاه مثلا یه زبان دیگر حرف میزد میگه آقا من نمیفهمم تو چی میگی. پس دربار هند فارسی حرف میزدن، پادشاهان هند مغول بودن. ولی ببینید پادشاهان هند مغول بودن، ولی خب مغول ها آدم های سلحشوبی هستن. ولی هند وقتی پادشاه مغول بود، هند کشور سلحشوبی نبود. چی که از مغول نمیشه؟ چرا؟ برای که هندی ها سلحشوب نبودن. چرا هندی ها سلحشوب نبودن؟ برای که تحت افکار بودا بودن. بودا میگفت دل به خوشی های دنیا نبندید، چون از دستون بره قصه میخورید. فکر اون دنیا باشید. خب اینا هم وقتی شکست میخوردن میگفتن ولش کن دیگه، تسلیمه به رضا بودن، یعنی آنچه که پیش میومد دو اون تسلیم میشدن. و رضا پادشاه مغول هر کاری میکرد نمیتونست کاری بکنه، پیشرفت کنه. پادشاه مغول وقتی فعاله که سپاهیانش هم مغول باشن،
وگرنه پادشاه مقابل سپاهیان هندی داشته باشه کاری از پیش نمیبره. همونطور که در طول تاریخ بسیاری افراد از جمله در خود ایران سلطان محمود غزنوی و نادر هر دو رفتن هندو گرفتن. در یه جو میخوندم که صدام وقتی هنوز به قدرت نفر دوم بود، از تکریتی نفر اول بود، اسم کوچیکش یادم نیست، حسن تکریتی نمیدونم برای نفر اول بود، صدام که اونم اهل تکریت بود نفر دوم بود. گفته که تا طاق کسرا، یعنی اون ساختمان پایتخت، بخش پایتخت ایران که پایتخت به اصطلاح پادشاهان ساسانی به خصوص انوشیروان بود، گفت تا این کسرا، ساختمان کسرا اینجا هست، من یادم به ایرانی ها میفته که ایرانیان هر لحظه ممکنه یه دوره توشون یک نادری پیدا بشه و بیاد عراق رو جزء ایران بکنه. صدام اینو میگفت، گفت من هر لحظه میترسم یه نادری پیدا بشه بیاد عراق رو جزء ایران بکنه. و خب دیگه آقای رضا شاه بزرگ و آقای محمد رضا شاه هر کدوم اگر فرصت میداشتن خودشون نادری میشدن. من تا زمان نادر فهم کرد، گویا اینکه نادر رو هم با نامردی اپی بردن، یک جاسوسی فرستادن که به عنوان طبیب اومد حال عصبی نادر رو عصبی تر کرد. یکی اینکه دربار هند و فارسی هم میدادن، یکی اینکه در این شاعرانی که اومدن، خب اینا هر کدومشون مثل حافظ، مثل سعدی، مثل عطار، مثل مولوی، هر کدوم که غولی بودن به قول معروف در ادبیات فارسی. و مولوی مورد اختلاف سه تا کشوره. بلخ یک استانی از ایران بوده، اصلا خب اون زمان افغانستانی وجود نداشت، این افغانستان فعلی ایالت‌های مختلف ایران بود. یه قسمت میگفتن بلخ، ایالت بلخ از ایران بود، یه قسمت میگفتن مثلا فرض کنید که کابلستان این ایالت از ایران بود، و همینطور جای مختلف. مولوی در بلخ به دنیا اومد که اون موقع اصلا یه زمانی بلخ پایتخت خوارزمشاهی‌ها بود، خوارزمشاهی‌ها در همون نواحی، البته در خود بلخ نه، به هر حال شعرهای رودکی رو یادو کنه، سمرقند و بخارا، اینا الان هیچ کنون جز ایران نیست، ولی اون موقع پایتخت های ایران بوده. افغانستان یا این بلخ الان منطقه از کشور منه که بهش میگیم مزار شریف. مولوی اینجا به دنیا اومده، پس بنابراین افغانی هم. کشور ترکیه میگه که آقا مولوی اومده توی قونیه، توی قونیه نشسته شعراشو گفته، پس بنابراین مولوی مال ماست. ایرانی ها میگن که آه اون موقع که مولوی به دنیا اومد، در بلخ به دنیا اومد، اونجا یک بخشی از ایران بود، پس این ایرانیه. و مضاف هم برای که شعراش فارسیه، همه رو برای فارسی گفته. حالا قابل از این که در اون موقع در ترکیه فعلی هم فارسی هم میزدن. حالا دیگه باید اون قضیه نشیم، باید خیلی چی بشیم. مطلبی که بخواب براتون بخونم، بخشی از جوانان حالا مقدمش میگم، میگه که یک کسی هست میگه که من توی هواپیما بودم، نشسته بودم با یه خانمی صحبت میکردیم، و توی راه که صحبت میکردیم اون خانم مال کشورهای جدا شده از شوروی بود، و همینطور صحبت میکردیم یه آقایم بوده میامد و تو راه تو هواپیما قدم میزد که پاش مثل که مریض بود، میخواست قدم بزنه که پاش مشکل پیش نیاره. بالاخره این بخشی از صحبت ما رو شنید و اومد بالا سر ما، گفت من 27 سال است که تاریخ درس میدم، تاریخ معاصر اروپا، و سه کتاب هم در این زمینه ها نوشتم. همه بدبختی های امروز نتیجه سیاست های دولت آخرین قیصر آلمان ویلهلم دوم است. آخرین قیصر آلمان ویلهلم دوم است که برای خارج ساختن روسیه از میدان جنگ و خونسا کردن روسا
و به قول شما اتباع تزار لنین را که در اروپای مرکزی تبعید بود در سال 1917 سومین سال جنگ اول در یک قطار قرار داد و بر در کابین او قفل زد که در میان راه فرار نکند و به روسیه فرستاد تا رهبری انقلابیون را به دست گیرد و دولت وقت را که از 3 سال و چند ماه پیش از آن با آلمان در جنگ بود ساقط کند و مارکسیسم را که خلاف روش زندگانی و تفکر روسا بود برقرار کند و انقلابیون را که عموماً کارگر و کشاورز بی سواد بودند یا کم سواد ولی جاه طلب و انتقام جو بودند حاکم کند و قلمرو تزارها را تخریب و به شکل دیگری با شعار صلح بازسازی کند که چنین شد. روسای صرفدار یعنی بردهدار بردهداران سابق از کشور گریختند و یه مهاجرت کردند و صرفای سابق یعنی بردههایی که سابق که ماندن با همون تفکر روزمرگی یعنی گذراندن زندگی برنامه سیر کردن شکم بودند و این تفکر که خصلت آنان را شکل داده بود از میان نرفت و پس از فروپاشی به فساد گرایدن و برای چاپیدن اموال عمومی و با یکدیگر مسابقه گذاشتن و کار به یک ماه نکشید که در این کشور که سابقا سوسیالیستی تو پرانتز برابری همگانی و نبود سرمایه در دست افراد ده ها میلیاردر سر بلند کردن. میدونین چی میگه؟ میگه در این کشوری که سوسیالیستی بود و هیچ کس سرمایه نداشت بعد از یک ماه چندی میلیاردر سر بلند کردن. واقعا هم همینطور بود. آخه در روسیه چطوری شد یه میلیاردر پیدا شد؟ اینا در عرض یه ماه و پنج ماه و 2 سال میلیاردر شده. غیر از دزدی مگه میشه؟ مگه میشه میلیاردر شد؟ چطوری میشه میلیاردر شد؟ مثلا فرض بفهمید یکی از راهاش نفته. یک کسی که میخواد از روسیه نفت بخره باید اول هنون هیچ کاری نکرده اول یه مقدار پول به حساب فلان بریزه. حالا هنون نفتی نخریده ها تا به تقاضا خرید نفتش رسیدگی کنن. اینجوری میشه که میلیارده پیدا میشه. بله آقای گورباچوف، آقای میخائیل گورباچوف در تقریباً 26 سال پیش فروپاشی شوروی رو در واقع اعلام کرد دیگه. این گفت ما 70 سال این رژیم رو داریم. در این 70 سال فقط در نظامی با غرب ما به اصطلاح رقابت کردیم، در اقتصاد، در تکنولوژی، در حتی اخلاق عقب موندیم. ما این رژیمی که ما را عقب میده در همه چیز به درد میخوره. گفت اینقدر سلاح در فضا هست، هنوز هیچ که توضیح نداده حرفای آقای گورباچوف معنی چی بود. گفت اینقدر در فضا سلاح هست که اگر مردم معمولی بدونن شب خوابشون نمیبره. یعنی میدونین، یعنی من نمیدونم تصور میکنم حرف اونو ترجمهش میشه که مثلا شوروی یه تعدادی بمب داره تو هوا دارن میگردن مثل قمرمستونی ماهواره، ما امریکا هم داره، کافیست که هر موقع بخوان دکمهشون بزنن اینا بریزن رو مناطقی که میخوان منفجر بشه. حالا اینی که میخونم براتون بگم که از کجا دارم میخونم، از راه زندگی آقای روایت آقای ارتش بود خرباقیست. در جلسه که با حضور شهبانو فرح و تنی چند از اعضای کابینه شریف امامی توی پرانتز از جمله ارتش بابا ارتش بود قرباقی مدلی کشور محمد رضا شاه راجب مسائل روز نظرخواهی میکنن. آقای شریف امامی پس از تشریح وضعیت عمومی کشور اظهار نمود که دولت با وجود اعلان حکومت نظامی به علت
عدم اجرای صحیح مقررات قانون حکومت نظامی مواجه با مشکلاتی شده و موفق نگردیده که نظم و امنیت و آرامش را در کشور برقرار نماید. و از حکومت نظامی فقط بدنامی آن برای دولت باقی مانده و به همین جهت نه تنها تصمیمات و اقدامات دولت به نتیجه نرسیده، بلکه در اثر تبلیغات سو توسط روزنامه ها و به خصوص رادیو و تلویزیون دولتی بر علیه دولت، روز به روز تظاهرات و اعتصابات در کشور بیشتر شده و به ادارات دولتی هم سرایت کردن. ببینید چی میگه آقای شریف نومی، آقای البته قرباقی روایت میکنه، میگه که شریف امامی گفتش که به علت این آره این چرا حکومت نظامی انجام نشد. حکومت نظامی شب عصر حکومت نظامی تصویب میشه و به یک نفر میدن میگن برو اینو بده شخصا تو رادیو تلویزیون به دست آقای قطبی، بگو نیم ساعت یا یک ساعت فکر کنم گفتن یک ساعت اعلامیه دولت رو بخونه که از فردا از امشب مثلا ساعت 12 شب حکومت نظامیه. خب این رو آقای قطبی که رئیس رادیو تلویزیون بود یا صدا و سیما بود نخون تا 8 صبح دیگه همه مردم اومدن بیرون دیگه، اصلا بریار رو به رادیو گوش نمیدن یا هرم گوش میدن عملا خلاف کردن. یعنی مثلا رادیو گفته که فرض کنید که اون روز از تا 6 صبح همه تو خونه باشن یا تا 7 صبح همه تو خونه باشن، حالا یا برحال رو کنه نظامی ساعتی رو من عبور عبور میکنه دیگه، میگه مثلا از 8 شب تا 8 صبح من عبور عبور، هیچ کی نباید بیاد بیرون. خب وقتی به مردم نگفتی، وقتی مردم ساعت 6 و 7 و 8 همه اومدن بیرون، حالا میگه حالا ساعت 6 بهشون میگه باید تا شما تو خونه میمونی، اینو یارو میگه الان که من بیرونم که. یه جوری این اعلامیه رو خون در زمان دیر خون که اعلامیه اجرا نشه. من نمیدونم آقای خطبی به چه دلیلی با حکومت آقای محمدرضاشاه بد بود. عملا آقای قطبی گفته بود که هر کس کمونیسته هیچ استخدامش نمی‌کنن بیاد من استخدامش می‌کنم و بسیار حیرت آوره. البته بعضی‌ها میگن که خانم شعبانو فرع در کودکی پدرش رو دست داد، داییش که پدر آقای قطبی باشه خرج ایشونو داد و ایشونو فرستاد برای تحصیلات به اروپا و خرج تحصیلاتش داد که با پسرشون، یعنی با پسر داییش ازدواج کنه. این وسط آقای علیشیر زاهدی اینو دید و بعد یه جوری کرد به شما معرفی کرد و بهرحال مسیر عوض شد دیگه. و حتی خانم شعبانو خب در بچگی نوجوانی یه نفر میگه که هر کس تا بچگی نوجوانی تا 30 سالگی ای کمونیست نباشه روشن فکر نیست، اگه بعد از اون بازم کمونیست باشه دیگه بازم روشن فکر نیست. یعنی خب در اون دوران دانشجویی کسی یک دانشجو نه ماشین داره نه خونه خوب داره نه زندگی خوب داره، میگه آقا بعد همه چی قسمت باشه، مثل خودش صاحب خونه شد ماشین شد همه چی داشت، میگه نه چرا قسمت باشه، من زمان که کم اینه رو به دست بردم. لذا اینجوری بود دیگه، حالا دیگه خودتون حرف زدن چی بود. این تیکه که میخونم بازم از پردیسه. نوشته که پل لوپه کروز گفت من عاشق فیلمنامه جدید فرهادی شدم. آیا یه تیکه از این مقاله رو میخونم؟ مالتگای درباره فیلمنامه این فیلم گفته بود این فیلم یک تریلر روانشناسانه با تهمایه‌ای از داستان‌های آگاتا کریستی و به معنای واقعی کلمه مهیج است. او معتقد است که این فیلم هم
برخی از تمهای اخلاقی فیلم های پیشین فرهادی را دارن. من تیکش خوردم. بله اینم عکس خانم پنلوپه کروز، هنرپیشه اسپانیایی. بله اینم اکثریشون. حالا بعد یک خبر سینمایی دیگه، این یک فیلمی از مولوی میخواد درست بشه، احتمال حضور دیکاپریو و رابرت داونی جونیور در فیلمی درباره مولوی. دیوید فرانزونی نویسنده فیلمنامه گلادیاتور و استین جوئل براون تهیه کننده قصد دارن با ساخت فیلمی درباره مولانا جلال‌الدین محمد بلخی تصویر کلیشه‌ای مسلمانان در سینمای غرب را به چالش بکشند. تهیه کنندگان این اثر سینمایی امیدوارند که کار ساخت فیلم از سال آینده آغاز شود. بله اینم عکس دیکاپریو در کنار آقای مولوی. البته این عکس خود آقای مولوی، ولی دیکاپریو هم یه هم گرین کرده، همیشه یک خودشو در ارده در یه جو من عکسشو دیدم ولی اینجا نیستش. این عکس خود مولوی و عکس لئوناردو دیکاپریوه. لئوناردو دیکاپریو میدونید که با چه فیلم مشهور شدیه؟ با فیلم تایتانیک مشهور شد. اینم عکس خانم نازنین بنیادیه. خانم نازنین بنیادی فعال حقوق بشره، یک بانوی تحصیل کرده ایرانی است و جایزه‌های مختلفی در موارد حقوق بشره گرفته، در بسیار فیلم‌ها و سریال‌ها بازی کرده و حالا در سریال، یعنی نه در سریال، در فیلم بنهور بازی کنه. در فیلم بنهور هنرمندهای بزرگی بازی میکنن، از جمله مورگان فریمن و چند هنرمند خیلی مشهور امریکایی بازی میکنن و قراره که خانم نازنین بنیادی در نقش استر بازی کنه. استر معشوقه و دوست دختر جودا بنهوره. جودا بنهور خرمان داستانه. نمیدونم فیلم به فیلم منهور رو اووردونن چندین 50 سال پیش به فارسی دوبله کردن و در ایران به نمایش گذاشتن. فیلم بسیار عالی بود و رول منهور رو یک هنرمند خیلی مشهوری بازی میکرد. کار من اسمش یادم رفته. برحال در اون فیلم، اینجا شاید فرق کنم برداشت رو فرق کنم، در اون فیلم منهور یک شاهزاده مثلا فلسطینی بود یا مثلا خاورمیانی بود که با حاکم روم با یه پسری که دوست بودن، یعنی این پسر با یه پسری دوست بودن، اون پسری که رومی بود دوست این بود، بعد شد حاکم اون شهر. وقتی شد حاکم اون شهر، این جودا بنهور رو به بهانه بیهودی، دوست قدیمیش به بهانه بیهودی گرفت و به تبعید فرستاد و به کار پاروزنی در اون کشتی‌های جنگی روم برداشته شد. به هر حال یک با یک سناتوری، با یک فرمانده قوا، سناتور نه ببخشید، با یک سردار بزرگ رومی آشنا میشه و اون سردار اینو به فرزندی قبول میکنه و این دوباره برمیگرده که انتقام بگیره. و خب فیلمش خیلی جالب بود، اون فیلم خیلی جالب بود. حالا دیگه نمیدونم چی بشه دیگه. برای من برنامه به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از آقای پارسا سربی که اتاق فرمان کارگردانی فنی کردن و بسیار سپاسگزارم از شما خانم ها آقایانی که به برنامه توجه کردید. بله تلفن رو نکردید یا تو باشه حداقل یه زنگ میدید ما یه نفس میکشیم. بله شاد و پیروز باشید تا برنامه بعد.